به هارتاک خوش آمدید. من استیون ساکر هستم. اسرائیل میگوید در شلیک موشک به غزه دقیقا اهداف حماس را نشانه میگیرد. اما نتیجه اغلب این حملات خسارات جانی فاجعه باری بوده است. بیشک بسیاری از کشته ها غیر نظامی هستند. شمار امدادرسانانی که کشته شدهاند هم در حال افزایش است. به تازگی در مرکز غزه شش نفر از کارکنان آژانس امدادرسانی و کاریابی آوارگان فلسطینی سازمان ملل یا آن را در حمله اسرائیل به مدرسه ای کشته شدند. مدرسه ای که به پناهگاه اضطراری برای هزاران نفر تبدیل شده بود. شمار مرگ و میر کارکنان این آژانس به بیش از 220 نفر رسیده. مهمان من فیلیپ لازارینی کمیسر عالی این آژانس است که به نظر میرسد حالا مأموریتش در غزه مأموریت غیر ممکن شده. فیلیپ لازارینی، فیلیب لازارینی به هارتاک تاک خوش آمدید. شما ریاست آژانس امدادرسانی سازمان ملل در غزه یا آن را را به عهده دارید و 13000 هزار نفر از کارکنان شما در غزه هستند. در حال حاضر خود شما امکان رفتن به غزه رو ندارید. چه احساسی دارید وقتی میشنوید که همین چند روز پیش شش نفر از همکارانتون با بمب‌های اسرائیلی کشته شدند؟ This is این مثل همیشه ضربه بزرگیه وقتی داشتم سوار هواپیما می شدم که از قاهره به لندن بیام این خبر رو شنیدم اتفاق تو مدرسه ای افتاده که دوازده هزار نفر درش پناه گرفته بودن چون فکر می پرچم سازمان ملل می تونه ازشون حفاظت کنه به اونجا اومده بودند. حالا شش نفر از کارکنان ما کشته شدند که در این پناهگاه مشغول کمک رسانی و سازماندهی زندگی این خانواده ها بودن. از اول جنگ تا حالا 220 نفر از کارکنانمون رو از دست دادیم. چیزی که وحشتناکه اینه که ممکنه هر روز شاهد مرگ شمار بیشتری از کارکنانمون باشیم. حالا سوال اینه این وضع کی تموم میشه؟ When نه کارکنان ما بلکه ساختمان های سازمان ملل هم هدف قرار گرفتن تا حالا دو سوم از تاسیسات ما آسیب دیدن و بیش از 500 نفر در این تاسیسات کشته شدند and more than 500 people have been killed in this installation. از عبارت کارکنان آن را هدف قرار گرفتن استفاده کردی اما اسرائیل قاطعانه این ادعا رو رد میکنه اونا میگن که در مورد این حمله خاص اطلاعات دقیق و غیر قابل انکاری وجود داره که نشون میده حماس از این مدرسه به عنوان مرکز فرماندهی و کنترل استفاده میکرده اونا ادعا میکنن که تمام تدابیر ممکن رو برای کاهش تلفات غیر نظامی که عضو حماس نبودن و در مدرسه حضور داشتن اتخاذ کردن من در یان هیچ تمهیداتی نیستند. این پناهگاه یه مدرسه بود که ما همین چند روز پیش برای کمپین واکسیناسیون فلج اطفال ازش استفاده کردیم. دوازده هزار نفر اونجا پناه داده شده بودند. کارکنان سازمان ملل اونجا زندگی می کردند و ما از قبل هیچ اطلاعاتی درباره حمله نداشتیم. اما آیا شما به طور قاطع ادعای اسرائیل رو که حماس از اونجا به عنوان مرکز فرماندهی و کنترل استفاده می کرد رد می من هیچ گونه اطلاعاتی ندارم این ادعایی که از سوی اسرائیلی ها مطرح شده من هیچ راهی برای تایید این اطلاعات ندارم اسرائیلی ها حتی از این هم فراتر میرن و میگن که حماس دائم از زیر ساخت‌های های غیر نظامی سو استفاده میکنه و این نقض قوانین بین المللیه اونا میگن که این موارد شامل تأسیسات متعلق به آن روها بوده و این یک مورد منحصر به فرد نیست من دائم نگرانیم رو درباره استفاده از تأسیساتمون ابراز کردم ما بارها شنیدیم که گروه های مسلح فلسطینی مثل حماس از تأسیسات ما استفاده می کنن. همینطور میشنویم که ارتش اسرائیل هم از تأسیسات ما استفاده کرده و من معتقدم بیایید قدم به قدم این حرفا رو بررسی کنیم شما میگید دائم میشنوید چطور میشنوید کی به شما این اطلاعات میده و شما چه اقداماتی رو در این زمینه انجام میده همیشه از طریق رسانه ها و همیشه بعد از وقوع یک حمله این اطلاعات رو دریافت میکنیم ما هرگز هیچ اطلاعات و هشداری رو پیش از حمله نظامی به یکی از این تاسیساتمون دریافت نکردیم آیا این به این معنی نیست که کارکنان شما درباره حضور حماس در تأسیساتشون به شما گزارش نمیدن؟ این به نظر یه مشکل جدیه؟ من باور ندارم که اگر کارکنان ما از وجود یک مرکز عملیات نظامی خبر داشته باشند جرأت کنند در چنین تأسیساتی بمونند و خودشون رو در معرض خطر قرار بدن. چقدر به این نقطه نزدیک هستید که بگید آنروا دیگه قادر به فعالیت نیست منظورم اینه که اگه شما میگید گزارش هایی دریافت میکنید که حماس از تأسیساتتون برای اهدافش استفاده میکنه اما کار زیادی نمیشه کرد و با توجه به اینکه میدونید که وقتی اسرائیلی ها متوجه میشن که نیروهای حماس در تأسیسات شما حضور دارند به اون تأسیسات حمله میکنن به نظر میرسه که شما باید به مرحله ای نزدیک شده باشید که دیگه نتونید در غزه فعالیت کنید استیون من نگفتم که گزارش هایی دریافت می که اونها در تحسیصات ما فعالیت می کنند. گفتم که هر بار که به یکی از تحسیصات ما حمله ای میشه ما می که توجیه این بوده که ممکنه حماس یا یک سلول نظامی در اونجا فعالیت داشته باشه. ما در این مرحله هیچ راهی برای تحقیق و بررسی این موضوع نداریم. و من دقیقا به همین دلیل دائم تاکید می کنم که به خاطر این بیتوجهی آشکار به تأسیسات سازمان ملل نیازمند یک تحقیقات مستقل هستیم. اما بازم به نکته من برمیگردیم در شرایط فعلی آیا شما باید این موضوع را در نظر بگیرید که آیا ادامه فعالیتتون هم برای کارکنان خودتون و هم برای افرادی که از تأسیسات شما استفاده می امنه؟ آیا شما مجبور هستید که این مسئله رو بررسی کنید؟ We, we are on a daily basis. ما هر روز با این سوال مواجهیم که تا چه حد میتونیم عملیاتمون رو ادامه بدیم چه کارهایی میتونیم انجام بدیم اما بیایید ببینیم چه اتفاقی افتاده در دو هفته گذشته ما موفق شدیم یک کمپین گسترده ی واکسیناسیون فلج اطفال رو در جنوب، مرکز و شمال اجرا کنیم این نشون میده که علا رقم خطرات جایی که در اون فعالیت میکنیم، همچنان میتونیم کمک های حیاتی رو به مردم ارائه بدیم. یکی از دلایل این موضوع هم اینه که کارکنان ما، خودشون هم بخشی از همین مردم هستند. ما در حال حاضر به امداد رسانی ادامه میدیم. من همین الان اطلاعاتی دریافت کردم همین حالا در حال زبط خبر رسید که ارتش اسرائیل گفته شواهدی داره که نشون میده نه نفر از کسانی که در مدرسه کشته شدند از نیروهای حماس بودند. به نظر میرسه که اونها معتقد بودند بعضی از کارکنان شما هم از نیروهای حماس هستند شما بیشتر گفتید که براتون امکان پذیر نیست که بدونید آیا حماس در تأسیسات شما فعالیت داره یا نه اما قطعا میدونستید که آیا بعضی از کارکنان شما عضو حماس هستند یا نه باز همین هم از جمله اطلاعاتی که ما دریافت نکردیم شاید به خاطر داشته باشی که در گذشته اتهاماتی مطرح بود که ادعا می کرد 19 نفر از کارکنان آن روا در حمله وحشتناک 7 اکتبر مشارکت داشته باشند یه تحقیق در این زمینه انجام شد اما نتیجه قطعی نداشت همینطور بعدا نامه ای از مقامات اسرائیلی دریافت کردیم که ادعا میکرد حدود 100 نفر از کارکنان ما عضو حماس هستند ما فورا به اونا گفتیم که این ادعا رو جدی میگیریم ازشون خواستیم به ما کمک کنند تا در این زمینه تحقیق کنیم اونها هم تا به حال جوابی ندادن یعنی I mean, it, profound... این یک مشکل جدی برای شماست درسته؟ اینکه اسرائیل به وضوح آن را را به عنوان یک بازیگر با حسن نیت یا یک بازیگر بیطرف در غزه نمی بینه. فکر میکنم مشکل عمیقتر از این حرف هست. یه تلاش عمدی برای حذف و نابود کردن این آژانس وجود داره دلایل واقعی پشت این مسئله به مشکل بیطرفی مربوط نمیشه مسائل سیاسی پشتشه در نهایت هدف اینه که فلسطینی ها را از وضعیت پناهندگی محروم کنند و فراتر از اون آرمان های آینده فلسطینی ها برای خودمختاری رو تضعیف کنند به همین دلیل که آن به یه هدف تبدیل شده. ببخشید میخوام دوباره مطمئن بشم که منظور شما رو درست فهمیدم شما میگید که از نظر شما اسرائیل قصد داره آن رو نابود کنه؟ بله و ما از اول جنگ شنیدیم که یکی از اهداف نهای جنگ نابودی آن هم خواهد بود. Also, uh, همینطور شاهد تلاش های سیاسی و قانونی در اسرائیل برای معرفی این آژانس به عنوان یک سازمان تروریستی و همینطور اخراج این آژانس از همه مناطق تحت کنترل اسرائیل بودیم. بنابراین هدف عمدی برای نابودی این سازمان وجود دارد. To this mountain, the البته میدونید که اسرائیلی ها بارها و بارها گفتند که این موضوع ربطی به آن را نداره. بلکه مربوط به اینه که حماس از تأسیسات آن را استفاده کرده یا حتی بیشتر اینه که حماس به آن را نفوذ کرده و کارکنان آن را را به خدمت گرفته. اونا به شواهدی اشاره می که در ماهای اخیر جمع کردن کردن و نشون میده کارکنان آن را در حمله وحشتناک هفتم اکتبر نقش داشتند و شما هم به خوبی میدونید که بعد از تحقیقات شما در نهایت به دلیل وجود شواهد قانع کننده نه نفر از کارکنان شما اخراج شدند چون معتقد بودید که اونها بخشی از عملیات حماس بودند خب استیون دو روند وجود داشته یک تحقیقات درباره سیاست بیطرفی سازمان بوده به اون هم میرسیم این تحقیقات که توسط کاترین کولونا وزیر خارجه پیشین فرانسه انجام شده یکی از این تحقیقات بوده و به نتایج اون هم خواهیم پرداخت اما یک تحقیق داخلی هم برای ارزیابی اعتبار ادعای اسرائیل انجام شده که اول گفته بود دوازده نفر بعد گفت نوزده نفر از کارکنان آن را در حمله هفتم اکتبر نقش داشتند همطور که به شما گفتم شواهد قانع کننده ای وجود داره که بعضی از افراد نقش داشتند برای مثال مورد خاصی که واشنگتن پست و دیگران بررسی کردند اونیه که یکی از کارکنان آن را در ویدیویی در یکی از شهرکایی که در هفتم اکتبر مورد حمله قرار گرفت نشون میده که روی جسد یک شهروند اسرائیلی ایستاده اون جسد بعدا در یک خودرو قرار گرفته و از محل منتقل شده همه اینها ادعاست اما این یک ادعای کننده است که بر اساس شناسایی چهره و جزئیات تحقیق شده. آیا شما آماده این بپذیرین که این اتفاق واقعا افتاده؟ از روز اول که این اتهام رو دریافت کردم به دلیل شدت این اتهام و به خاطر وجود این تصور که ممکنه کارکنان ما در کشتار 7 اکتبر مشارکت داشته باشند، یه سری اقدامات انجام دادم. I have taken a of... اولین اقدام من اخراج کارکنان بود. دومین اقدام تحقیقاتی که به اون اشاره کردید. نتیجه این تحقیق به اندازه که ما امیدوار بودیم قطعی نبود. اونها گفتند که برای ده نفر هیچ مدرکی ندارند. اما برای نه نفر ممکنه اگر قادر به احراز اطلاعات باشیم شواهدی وجود داشته باشه. بنابراین هیچ کدوم به نتیجه رسمی نرسیده. با این حال ما اخراج کارکنان رو پس نگرفتیم و از بین ده نفر هیچ کدوم به جز یک نفر هنوز بازگردنده نشده. چون هنوز در حال بررسی سایر اتهامات درباره مشارکت احتمالی در گروه های مسلح هستیم. شما ترسیدید درسته؟ زمانی که این اتهامات برای اولین بار مطرح شد فکر کنم دوازده نفر رو بدون هیچ روند قانونی اخراج کردید به محض اینکه اسرائیلی ها اتهام اولیه رو مطرح کردند این کارکنان رو اخراج کردید و گفتید که این کار رو به دلیل نگرانی شدید درباره اعتبار آژانس انجام میدید و اعتقاد داشتید که توانایی شما برای ارائه کمک های بشر دوستانه در خطره حالا که میگین همه چیز بسیار مبهمه و شواهد به هیچ وجه قطعی نیست آیا از واکنشتون پشیمونید؟ من پشیمون نیستم و اگه قرار باشه دوباره تصمیمی بگیرم قطعا باز هم همون تصمیم رو میگیرم این تصمیم در راستای منافع آژانس بوده و به لطف تمام اقداماتی که انجام دادیم تونستیم اعتماد شرکا و حامیانمون رو برگردونیم. Mm. شما همچنین درباره تحقیق کاترین کولونا صحبت کردید که مربوط به سؤال کلیتری درباره بیطرفی در آن را بود یعنی تا چه حد میشه آن را رو به عنوان یک بازیگر بیطرف در نوار غزه در نظر گرفت کاترین کولونا نتیجه گیری کرده که آن را باید برای بیطرفی همینطور برای بررسی سابقه کارکنان و شفافیت بیشتر اقداماتی بکنه اون همچنین نتیجه گیری کرده که که بعضی از کتاب‌های آموزشی که آن را اجازه استفاده از اونها رو در کلاس‌های درس قزه میده مشکلاتی دارند و محتواشون قابل اعتراضه اون گفته هرچند این مسائل نسبتاً هاشیه هستند اما این مشکلات نقض جدی بیطرفی آن محسوب میشن این وضعیت خوبی نیست درسته؟ The first of... اول بگم که اولین نتیجهگیری گزارش کاترین کوونا این بود که اون روا به عنوان یک آژانس سیستمی بسیار قوی تر از آژانس های دیگه سازمان ملل یا سازمان های بین فعال در این منطقه داره اما به دلیل ویژگی های خاص این آژانس دامنه فعالیت و منطقه پیچیده و حساسی که در اون فعالیت میکنه میشه کارهای بیشتری انجام داد. او توصیه‌های های ارائه داد که هم دبیر کل و هم من فوراً اونها رو پذیرفتیم. بسیاری از این توصیه‌ها رو آژانس میتونه به تنهایی اجرا کنه. اما برای اجرای بقیه توصیه‌ها به حمایت کشورهای عضو اهدا کنندگان همینطور کشور میزبان نیاز داریم. بعضی کشورها بعد از انتشار گزارش کاترین کلونا تأمین مالی رو از سر گرفتند اما ایالات متحده این کارو نکرد و تعلیقی رو که بعد از اتهامات اولیه اسرائیل در مورد هفته اکتبر اعمال کرده بود ادامه داد این یعنی شما با کمبود بودجه 450 میلیون دلاری که قبلا آمریکا تأمین میکرد روبرو هستید چقدر به پایان یافتن منابع مالی نزدیک هستید خب ما از حالا تا پایان سال هم بوده بودجه داریم اما همچنان امیدواریم که بتونیم این خلا رو پر کنیم امیدوارم آمریکا سال آینده تامین مالی را برگردونه این کمک ها دست کم تا ماه مارس 2025 یعنی بهار آینده به حالت تعلیق در اومده آمریکا بزرگترین حامی مالی ما بود البته کشورهای جدید هم به آژانس کمک می و علاوه بر اون یک حامی خصوصی بسیار سخاوتمند هم داشتیم از 7 اکتبر تا حالا ما 150 میلیون دلار فقط از طریق کمک های خصوصی جمع آوری کردیم. می دونیم که 90 درصد از ساکنان غزه آواره شدند. گرسنگی در سراسر سر نوار غزه بیداد می‌کنه آیا شما در حال حاضر قادر به وارد کردن تدارکاتی هستید که نیاز دارید؟ و اگر نه چه کسی مانع ورود اونها میشه؟ For the time being, we do not have the supply we would like to have. در حال حاضر ما تدارکاتی که میخوایم در اختیار نداریم وضعیت انسانی در غزه از آغاز این جنگ ماه به ماه بدتر شده همونطور که گفتی مردم با بیماری ها گرسنگی و مرگ مواجه هستند و اکنون در منطقه متمرکز شدند که تنها ده درصد از نوار غزه را تشکیل می‌دهد. امروز به طور متوسط حدود پنجاه کامیون تدارکات وارد میشه اگر در آینده نزدیک نتونیم به طور قابل توجه این میزان را افزایش بدیم دوباره با وضعی روبرو میشیم که مجبور خواهیم بود که در مورد قحطی قریب الوقوع هشدار بدیم. بیشتر شما از زبان بسیار تاثیرگذاری برای توصیف وضعیت در غزه استفاده کردید شما غزه رو جهنم توصیف کردید با توجه به این میزان کشته شدن کودکان به عنوان جنگ علیه کودکان توصیف کردید گفتید که اونچه در مقابل خودتون میبینید نقض علنی حقوق بین الملله. اگه باور دارید که اینها جنایتن، آیا میخواید شاهد پاسخگویی اسرائیل برای این جنایات باشید؟ و آیا فکر میکنید که این پاسخگویی اتفاق میافته؟ شما به کررات درباره پاسخگویی صحبت کردید؟ من واقعا امیدوارم که پاسخگویی وجود داشته باشه. من باور دارم که حقوق بین الملل و کنوانسیون ژنو به طور آشکار نادیده گرفته شده. این تقریبا به یه امر عادی و معمول تبدیل شده که حقوق بین الملل رو نادیده بگیریم و اگر اجازه بدیم این وضعیت ادامه پیدا کنه ترس من اینه که این قوانین بی اهمیت بشن یه نکته ای هست استیون من تازه از قاهره برگشتم و خیلی ها در اون منطقه احساس میکنن که در اجرای حقوق بین الملل دوگانگی وجود داره انگار این قوانین باید در همه جای دنیا اعمال بشن بجز در مورد اسرائیل و فلسطین پس بله من معتقدم که ما نیاز به پاسخگویی داریم من باور دارم که برای بسیاری از جنایاتی که شاهدش بودیم نیاز به یک کمیسیون مستقل تحقیق داریم و کسانی که مسئول هستند باید پاسخگو باشند به نظر شما آیا بمباران تاسیسات آن روها توسط اسرائیل حتی اگر شواهد قانع کننده ای از احتمال حضور افراد حماس در داخل اونها وجود داشته باشه نقض حقوق بین المللیه؟ اگر هزاران غیرنظامی و خانواده در یک کمپ سازمان ملل پناه گرفتند و اسرائیل شواهدی داره که حماس در اونجا حضور داره و هدفه باید موارد احتیاطی لازم رو برای جلوگیری از تلفات بالا در بین غیر نظامی ها انجام بده. متاسفانه بیشتر اوقات مردم فقط در آخرین لحظه مطلع میشن و بعد میشتویم که تمام تمهیدات و هشدارهای لازم داده شده در حالی که این اصلا صحت نداره. درباره کرانه باختری صحبت کنیم <applause> عملیات آن را به مراتب فراتر از غزه است در بسیاری از کشورهای اطراف هم عملیات شما گسترده شده و فعالیت عمده ای هم در کرانه باختری دارید در روزهای اخیر شاهد گسترش عملیات نظامی اسرائیل در کرانه باختری بودیم چقدر نگرانی که ویرانی و تلفات جانی که در یازده ماه گذشته در غزه شاهدش بودیم در کرانه باختری هم اتفاق بیفته من بسیار نگران این موضوع هستم جنگ در غزه حالا به کرانه باختری کشیده اگر جنگی در غزه وجود نداشت الان تمام تمرکز ما روی کرانه باختری بود در کرانه باختری نوعی جنگ خاموش در جریانه اخیرا عملیات متعددی در جنین و به طور ویژه دور طولکرم انجام شده که ویرانی و خسارات گسترده‌ای به زیر ساخته و همینطور به جمعیت ساکن در کمپ وارد کرده. بنابراین الگوی مشابهی وجود داره. همینطور اخیرا مشاهده شده که از پهپادها برای حملات در کرانه باختری استفاده میشه که این هم یک روند جدیده. You. <applause> کار آژانس شما نوعی چسب زدن روی زخمه به این معنی که آن را تنها تلاش میکنه تا حداقلی از حمایت بشر دوستانه رو در اردوگاه های پناهندگان در غزه و کرانه باختری ارائه کنه اما وضعیت بدتر و بدتر میشه تا چه حد نگرانید که در نهایت این اقدام های چسب زخموار عملا با غیر قابل سکونت شدن غزه برای جمعیت غیر نظامی فلسطینی دیگه بیفایده باشه that we are becoming irrelevant, but we might من نمیگم که ما داریم بی اهمیت میشیم اما ممکنه در وضعیتی قرار بگیریم که عملیاتمون روز به روز دشوارتر بشه که در حال حاضر هم در غزه و هم در کرانه باختری همینطوره ما نمیتونیم تمام فعالیت هایی رو انجام بدیم که به طور معمول یه سازمان مثل ما به مردم ارائه میده نگرانی من در مورد آموزش امروز 600 هزار دختر پسر در غزه در خرابه ها زندگی می و به شدت دچار آسیب روحی هستند و یه ساله که مدرسه نرفتند طبقه مطالعه دانشگاه کمبریج اونا در حال حاضر دو سال تحصیل را از دست دادند هرچه بیشتر منتظر بمونیم بیشتر در حال کاشتن بذر انتقام کینه و گرایی هستیم اگر امروز سازمانی مثل سازمان ما را کنار بگذارید چه کسی جایگزین میشه که بتونه در چنین مقیاسی به این تعداد دانش آموز آموزش بده هیچ وقت به اندازه امروز احساس ناامیدی داشتی؟ I feel definitely bleak and grim. قطعاً احساس و ناامیدی و تاریکی کنم. وضعیت فعلی هر روز و هر شب من رو بیدار نگه میداره. <applause> همیشه فکر کنم که وضعیت بدتر شده. اما معتقدم که باید به این نقش و وظیفه‌ای که برای خودم قائلم، یعنی رسوندن صدای فلسطینیان در غزه و پناهندگان فلسطینی، ادامه بدم. اگر من این کارو نکنم، هیچ کس این کارو نمیکنه. بنابراین بله، احساس ناامیدی دارم، اما مهم نیست. But that's not فیلیپ لازارینی وقتمون تموم شده ممنونم از اینکه مهمان من بودید ممنون استیون